استاد قند سوال ما داشتم بسیار کوتاه که وقت برنامه را زیاد نگیرم. بفرمایید. روی حل چی است که ما شیعه و شیعیان را در ایران راهنمایی بکنیم؟ چون قدر تبلیغات که صورت گرفته تا جایی که ما ارزیابی میکنم بله نتیجه خوب ما به دست نگرفتیم. روی حل چی است؟ بجز از تبلیغ روی حل چی است؟ امیدن به شما یک تبصره بکنیم در سرش. چشم، حتما انشالله، حتما ان شاء الله. الله متعالس نکنه. سن سلام باشید. بارك الله فيك. سلام باشید. تشکر شما. ببینید، ما وظیفه ما دعوت است. خدا کنه که یک سال دوام کرد، ده سال دوام کرد، صد سال دوام کرد. ما این راهی است که راه انبیاست، که من خدمت شما اینجا یک آیاتی رو اینجا خدمت شما عزیزان بیان میکنم. نوح علیه السلام، دوستان عزیز اگه این رو نشون بدید، نوح علیه السلام طبق بعضی از روایات میگن 900 سال دعوت کرد. آخرش چی گفت؟ قال ربی اینی دعوت قومی لیلا و نهارا. پروردگارا، من اینها رو شب و روز دعوت کردم. فلم یزیدهم دعایی الا فرارا. هرچی اینها رو بیشتر دعوت میکردم، اینا بیشتر فرار میکردن، دور میشدن. و اینی کلما دعوتهم لتغفر لهم، من هرچی اینها رو دعوت میکردم که تو اینها رو بیامرزی، جعلوا اصابعهم فی آذانهم و استخشوا ثیابهم و اصروا و استکبروا استکبارا. هرچی اینها رو دعوت میکردم، دستاشون رو در گوششون میگذاشتن، خلاصه فرار میکردن، تکبر میورزیدن. ببینید عزیزان، وظیفه ما دعوت است. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، الله متعال بهش میگه که فذکر، انما انت مذکر، لست علیهم بمسیطر. ای رسول من، ای پیامبر من، تو اونها رو تذکر بده، اونها رو دعوت بکن، تو بر اونها مسلط نیستی، وظیفه تو دعوت کردن است. وظیفه ما بیان حق است، وظیفه ما دعوت کردن است. وظیفه ما تسلط بر آنها نیست، وظیفه ما مجبور کردن اونها نیست. و این وظیفه انبیا بود است که مردم رو دعوت میکنن شب و روز، همیشه در هر جا، در این راه سختی ها و مشکلات رو متحمل میشن. این که اونها هدایت میشن یا هدایت نمیشن، این به دست ما نیست. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشا. کسی رو که تو بخوای دوست داشته باشی نمیتونه هدایت بکنی، کسی رو که الله متعال بخواد هدایت میکنه. پس هدایت به دست الله سبحانه و تعالی است، به دست ما نیست. و الله سبحانه و تعالی کسی رو که بخوای هدایت میکنه، اگر در درون او، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، اگر در درون او نشانه یا میلی به هدایت وجود داشته باشه، یکی که در اون میل هدایت هم نیست، اصلا نمیخواد که هدایت بشه، تکبر میورزه، عناد میورزه، الله سبحانه و تعالی عذابشو بیشتر میکنه. به خاطر همین برادر عزیز و گرامی، ما نباید تسلیم بشیم. گاهی آخه بعد دوستان میگه خب شما مثلا 10 سال 15 سال که در تلویزیون، قبل از اون مثلا شاید حدود 10 سال دیگه دعوت های میدانی بوده، در با کتاب و با مقاله و با سایت ها، خسته نشدید؟ ما در راه دعوت مگر 1% آن سختی هایی رو که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه کشیدن ما کشیدیم؟ نکشیدیم، 1% هم نکشیدیم. به همین دلیل ما به راهمون بعد ادامه بدیم، ما نصیحت میکنیم، ما حق رو بیان میکنیم، ما
کلمه توحید رو بیان می کنیم. ما شرک رو بیان می کنیم. انحرافات رو بیان می کنیم. کسی خواست ایمان میاره، کسی خواست کفر میورزه، کسی خواست قبول نمیکنه. ما هیچ کس رو نمیتوانیم مجبور بکنیم. ما باید وظیفه خود کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتی رسول الله صلی الله علیه و سلم. همه ما مسئولیم. الدین و نصیحت، دین نصیحت کردن است. ما نصیحت من رو میکنیم. اینکه ایمان میآورند، قبول میکنند، قبول نمیکنند، این به ما ربطی نداره. این الله سبحانه و تعالی آنچه که خیر آنها باشد آن را برایشان میسر میکند.